اسپری فلفل نوعی اسپری است که در آن از ترکیبات شیمیایی مخصوص اشک‌آور استفاده می‌شود و اثر سوزش شدید در چشم، گوش، بینی، گلو و کوری موقت دارد. این وسیله معمولاً توسط پلیس ضد شورش و همچنین به عنوان یک وسیله دفاع شخصی و گاهی برای دفاع در برابر حملات حیواناتی مانند سگ و خرس استفاده می‌شود. اگر اسپری فلفل با صورت تماس پیدا کند، باعث سوزش شدید چشم به مدت 15 الی 30 دقیقه و در برخی موارد کوری کامل می شود. این سلاح جزو سلاح‌های غیرکشنده طبقه بندی می شود. ماده مؤثر اسپری فلفل کپسایسین است که از فلفل تند با کمک حلالی مانند اتانول استخراج می شود. با افزودن یک ترکیب امولوسیون کننده مانند پروپیلن گلیکول به کپسایسین استخراج شده، یک ترکیب محلول در آب به دست می آید. بعد از فشرده سازی این محلول در ظرف اسپری می توان از آن به عنوان ترکیب آروسل استفاده کرد. حداقل 8 نوع فلفل مختلف برای تولید این اسپری استفاده می شود و قدرت اسپری های فلفل بر اساس غلظت کپسایسین می باشد. غلظت کپسایسین مورد استفاده در اسپری ها به طور کلی بین 18% الی 3% متغیر است. این اسپری باعث التهاب در غشای مخاطی چشم، دهان، بینی، گلو و ریه می شود و به سرعت باعث سوزش و بسته شدن چشم ها، مشکل در تنفس، آبریزش بینی و سرفه می شود. البته متفاوت است، اما اثرات آن معمولاً 20 الی 90 دقیقه طول می کشد. سوزش، التهاب و قرمزی چشم هم می تواند تا 24 ساعت طول بکشد. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که فرد در تماس هرگز نباید برای از بین بردن اثر این گاز از آب استفاده کند. در واقع این عمل باعث پخش بیشتر ماده و افزایش تحریک در فرد می شود. همچنین استفاده از آتش و حتی فندک بهترین گزینه سریع موجود است. طبق مطالعه‌ای در مجله تحقیقاتی چشم پزشکی و علوم تصویر برداری قرار گرفتن در معرض این اسپری بی خطر است، اما در صورت تکرار می تواند باعث حساسیت قرنیه شود. در این مطالعه حدت بینایی دائمی هم گزارش نشده است. واکنش اولیه در صورت استفاده از اسپری روی صورت بسته شدن غیر ارادی چشم ها، احساس محدودیت فوری راه‌های هوایی و احساس کلی درد ناگهانی است. این درد شدید در صورت، بینی و گلو به دلیل تحریک غشاهای مخاطی ناحیه صورت حس می شود. بسیاری از مردم با محدودیت ناگهانی دید، حتی اگر موقتی هم باشد، گیج می شوند. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا انتهای این برنامه هم با ما همراه بودید. حتما نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن این برنامه لذت بردید، اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه‌های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.